بنامه خداوند بخشینده و, و مهربان بابا تقدیم سلام به گذیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید ارزو مندیم ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سبسکرائب نماید تصمیم 42 امرولا سالی جلسه 6.30 صبح روز پنج شنبه تاریخ سیسته قوص 99 مطابق با 3 دسامبر سال 2021 اول جلسه را با تشویق مادی و منوی یکی از صفاکاران زیارت شاه دوشمشیره آغاز کردیم او یک حلقه از دوستان و سارقین را که از محبوبت زیارت به بهانه عبادت به عنوان قرارگاه و ملاقاتگاه استفاده می کردند به پلیس گزارش داد او گفت که 15 سال است در این مکان کار می کند شوخی ای برایش گفتم که از دوره زینو هستی در این حال از پلیسان حوزه دوم که توانسته بودند این حلقه را دستگیر نمایند نیز قدردانی مادی و معنوی صورت گرفت رسیدگی به این جزئیات است که بشر آرامش روانی ایجاد نماییم دوم از مالک هیرات رستوران سپاس می نماییم او حاضر شده است که شمال این رستوران را که 20 سال است یا کسافاتدانی است و یا کنار آب ترمیم کند صفا کند و آینه های زنون ما نصب کند ما نیاز به نصف آینه های قدنما در آنجا نداریم. می خواهیم آینه های زانون ما مانع استفاده این دیوار به عنوان تشناب صحرایی در قلب شهر نو گردد. یک هفته بعد ویدیو این صفایی را امید است که در صفحات اجتماعی ببینید. بی سوم جوانان شش حوزه حاضر شدند که به صورت رضاکار به تیم ششونیم همکاری نمایند. از این راهی و دوستانه شان سپاس می نماییم. قرار است که طی 24 ساعت آینده یک لایه کاری برای رضاکاران ترتیب دهیم و از این جوانان با ایساد در تحکیم نظم شهری به عنوان رضای کار شاروالی مبارزه علی جرایم یعنی رضاکار با ریاست مبارزه با جرایم جنایی تحکیم نظم ترافیک یعنی رضاکار با گزمه های ترافیک با بازوبندهای های خاص استفاده نماییم این از نمونه از تبدیل شدن شروند خوب به شروند کنشکر و فعال چارم حمایت و رضایت مردم از جلسات ششونی سو برای تطبیق میثاق امنیتی در 24 ساعت گذشته 85.5 درصد رکیگویی نیم درصد و نظریات انتقادی 14 درصد بوده است مردم از قماندانی های امنی کابل سپاس نمودند که اکنون با نظم بیشتر کار می نمایند. من با مردم همسدا شده و از زحماتشان در سطوح مختلف ابراز قدردانی و سپاس می نمایم. در عین حال قرار است که الا دو روز دیگر رکیگویان را تشکیر منفی نماییم یعنی با تحقیقات که صورت گرفته است آنها را با شجرهشان به معرفی بگیریم و مردم و به مردم بگوییم که اینها از کجا آب میخورن پنجم ریاست امنیت ملی اسامی شیر احمد یکی از افراد حقانی را که در عفع از زندانها رها شده بود ولی باز هم برای تخریب به کابل آمده و میخواست فاجعه ایجاد کند دستگیر کردن تحقیقات در این مورد ادامه دارد سپاس از امنیتی ملی که در 24 ساعت گذشته با انجام عملیات های متعدد هفتن ترورستان کوچک و متوسط را به پنجه قانون سپردن همچنان یک نفر ترورست دیگر که در محبس سمنگان در تشکیلات پلیس نفوذ کرده بود نیست دستگیر گردید ششم یکی از سارانوالال در تخلیه منزل کسانی که مقروز کابل بانگ است تمردد نموده بود از سارنوالی خواسته شد که او را توبیخ نماید هفتم مردم گفتند که شما تنها به کابل میپردازید افغانستان سی ولایت دارد دقیق است ما به تمام ولایت رسیدگی می نماییم ولی شیوه مدیریت کابل را می که یک روش و شیوه میاری برای تمام ولایت باشد رفتن به با جزئیات به خاطر برای ما حمایت دارد که به مقامات ولایتی تفهیم نماییم که شیطان در جزئیات است نرفتن به جزئیات راه را برای قانون شکنی و عدم ایجاد ترس مشروع و احترام مشروع بازنگارید به خاطر جلوگیری از شیطان یعنی هر آن پدیده ای که روان و جسم هموطنان ما را میلرزاند باید به جزئیات بریم و شیطان را در همان جا شویم شمار از ولایت ها این روش را پیروی کردند و توانستان که وضعیت را در مسیر درست قرار بدهند مثلا برای اولین بار وقت ما نوجوانان زیر سن را دستگیر می کنیم من از پلیس می خواهم با خانواده شان مراجعه نمایم و عامل روی آوری او را به جرم روشن سازد می خواهیم درک کنیم که کدام پدیده ها و کدام عوامل اجتماعی فرد را به جرم تشویق می کند. در یک مرحله باید به حل تمام مسائل بنیادی بپردازیم. پس خواهش من از شما و به خصوص کسانی که عوامل سیاسی، جامعه شناسی و روانشناسی خواندن این است که در این بخش بیایید ما امکانات را برای شما فراهم می سازیم. در تحقیقات شما را همکاری می نمایم. در این حال توکن هیچ تحقیقات از دلایل عمیق که چرا معتادین توسط خانواده ها تردد می شوند صورت نگرفته است مردم از گوساله مریض خیش دست نمی بردارند ولی چرا از فرزند مریض خیش دست بر بردارند این چرا تا به حال پاسخ اکادمیک نیافته است هشتم کابل در 24 ساعت گذشته گواهی یک حملی تروریستی بود که تلفات نداشت و چهار حادثه سرقت بود سرقت منزل در کارتی سخی که توسط همسایش صورت گرفته است سرقت موتر در حوزه دوازدهم سرقت موتر در حوزه 14 و سرقت یک موتر سایکل در حوزه دوم اگر شما فکر می کنید که این معلومات تکمیل است لطفا یافته های خود را با ما شریک سازید و ما حتما به خواسته ها و ارائه رسیدگی می نماییم نوم مردم در نستیک پکتیا مارکت از یک زورگو شکایت دارند که صد تا درخت را قطع کرده و زمین را اشغال نموده و با گذشت دهها غرفه بلگیری و اغز پول می نماین. این زورگو که با خود دو موتر آیلکس با 15 نفر بادیگات همراه دارد تا 48 ساعت دیگر یا آدم می شود یا دستگیر استفاده ابرازی پاکستان از طالبان و مجاهدین علیه اشرف علی موسوی تحلیل از خبرگزاری افاق رئیس پیشین سازمان جاسوسی پاکستان یعنی آیس آی در مورد روند صلح جاری افغانستان گفته است پاکستان می تواند از نفوذ خود بر مجاهدین و طالبان استفاده کند و به آنان بگوید که با دیگر گفتگو کنند و هر تصمیمی که شما می برای پاکستان قابل قبول است ولی پاکستان بیشتر از این کار کردن نمی تواند انجام دهد او همچنین گفته که پاکستان همیشه با مجاهدین در ارتباط بوده و با آنها کمک کرده است زیرا آنها در مقابل نیروهای خارجی می جنگیدند همین, بار... همین کار را با طالبان نیز کرده است با وجود همه فشارها پاکستان نفوذ و رابطه خود را با آنها حفظ کرده است آقای درانی قبل از این گفته بود که گروه طالبان با اشخاص مانند عبدالله عبدالله و محمد محقق مذاکره خواهد کرد و نه اشرفغنی نه شفبانی. اون او از عبدالله عبدالله و محقق به عنوان فرزندان خاک یاد کرده بود آقای درانی همچنان گفته بود که اشرفغنی در آینده افغانستان نقشی نخواهد داشت به همین ترتیب به نظر می رسد و بند بست کنونی موجود در روند صلح ریشه در این دارد که پاکستان و به طبع آن طالبان و شمار از نیروهای مجاهدین سابق حاضر نیستند هیچ نقشی برای اشرف در آینده افغانستان در نظر بگیرند آنها معتقدند که آقای غنی به دلیل اینکه فرزندان این خاک نیست و دوران طولانی از زندگیش را در غرب گذارانینده نباید سم از قدرت داشته باشد سپاس که تا ایندم با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید تا دیگر بدرود